کامران خاورانی، آرشیتکت و هنرمند بزرگی که با سبک جدید نقاشی‌هایش توجه تمام جهان را به خود جلب نموده است. بعد از آشنایی با مفاهیم اشعار مولانا، کامران خاورانی و هنرش با دگرگونی و تغییر بزرگی تمام جهان را به اعجاب درآورده است. این نمایشگاه با حمایت و همکاری بنیاد فرهنگ تا 17 جون ادامه خواهد داشت. ساعت بازدید نمایشگاه از ساعت 12 تا 9 شب به استثنای روزهای دوشنبه خواهد بود. از مهمونان عزیزمون هستیم. سلام فریبرز جان. سلام عزیزم بیتا، خسته نباشی، چطوری؟ قربون تو، مرسی که اومدی. قربون تو، مرسی. شب خوبیه؟ خیلی شب بسیار زیبایی است. لطف کردین که این برنامه رو سپانسر کردین شما فرهنگی های عزیز. کامران از هنرمندایی که من از سنین کودکی باش آشنایی داشتم، دور و دور، وقتی که آرشیتکت محبوبی بود کاراشم میشناسم و باز هم میایم میبینی که اتاق پر از رنگ قشنگه و خوشحالیم که هموطنامون دارن کارهای به این قشنگی ارائه میدن و خودشون هم دارن لذت میبرن. وقتی که به عنوان یک ایرانی رو میبینه با همچین استعدادهایی و کارهای متفاوتی دارن ارائه میدن، وظیفه فکر میکنم تک تک ما ایرانی هاست که بخوام به تمام دنیا راجب اون ایرانی بگیم. آره. من مثلا راجب تو به تمام دنیا میگم. خیلی لطف میکنی چون از تمام دنیا امروز برام ایمیل اومد. تو من بودم. فریبرز داوودیان یکی از بااستعدادترین هنرپیشه‌ای که ما داریم، یکی از فانی ترین، یعنی از دستش ریسه میری. خلاصه خیلی دوست دارم، خوشحالم که اومدی. مرسی. شیرینی شماست و عزیزان دیگر که شما به نظرشون من فانی میام. ولی واقعا خسته نباشین و خیلی ممنونم که این برنامه رو پرودوس کردین یا سپانسر کردین. شب بسیار جالب و قشنگه و خیلی خوشحالیم که همه ایرانی های دور دنیا با کار کامران آشنا بشن. حتی امریکایی ها که میشناسنش. خیلی غیر ایرانی. بله. هم خیلی ما مهمان داشتیم. شب بسیار خوبی بود. منم مخصوصا رنگ سرمه‌ای و آبی پوشیدم چون میدونم که آقای خاورانی در تیمشون خیلی رنگ های من درست سر کردم. مثلا من با این تابلو دقیقاً میتونم جلوش واسه جزئی از تابلو بشم. مرسی. مرسی از تو. شب بخیر. قربونت. بای. مهمان عزیز امشب ما خانم دکتر هما محمودی، متخصص روانشناسی بالینی هستن. خانم دکتر محمودی خیلی خوش اومدین. می‌خواستم نظرتون رو راجع به نمایشگاه بپرسم. من البته کامران خاورانی دوست قدیمی من هست و سال هاست که کارش رو دنبال کردم. نمایشگاه متعددی ازش دیدم ولی نمایشگاه امشب حقیقتا نمایشگاه استثنائیه. بدونی کامران این سبک رومانتیسیزم رو که درست کرده، ابسترکت رومانتیسیزم که حقیقتاً این پروفسور لقب رو بهش داد، کاریست که هر سال شما پیشرفتش رو میبینید، زیباییش رو میبینید و کاریست که با مثل که با آدم حرف میزنه. یعنی کاری که داره میکنه کامران یک حالتی توش داره، یک روحی توش داره، یک کامبینیشن رنگایی توش داره که حقیقتاً هر کدوم
استثنایی هستند و زیبا. ببینید کار کامران به غیر از این که تو خونه جلوه داره و زیبایی داره، شما ازش خسته نمیشید. سالها که جلوش را برید هم ازش لذت میبرید، هم رنگاشو میبینید، هم عمقشو میبینید و چیزیست که اصلا مثل که باهاتون حرف میزنه. و از این لحاظ هستش که من فکر کنم هر کسی که کاراشو داره و کسایی که دارن هر روز بیشتر لذت میبرن از کارش و این حالت نوری که از توی این کارها در میاد چیزیست که فوق‌العاده لذت بخش. و من که هم رفیقمه، هم کارشو خیلی دوست دارم و همیشه سپورتش کردم، هم خودش به عنوان یک جوان بازوق و همینی هم که روحیه‌ای که داره، عشقی که داره، محبتی که داره، حقیقتا مرد استثنائیه. بذار یه داستان بهت بگم. یکی از دوستاش که دانشکده آرکیتکچر باش میرفت، چند روز پیشا به من میگفت ماها صبح استادا یه کار به ما میدادن، میگفتن امشب باید اینو به ما تحویل بدی. میگفت کامران کسی بود که از همه ماها زودتر و زیباتر این کار رو تحویل میداد. هم تو آرکیتکچر هم توی آرت حقیقتا مردی استثنایی و باعث افتخار جامعه ایرانی. خیلی ممنونم خانم دکتر، خیلی خوش آمدین، انشالله که لذت ببرین از نمایشگاه. خسته نباشید. مرسی، شما زحمت کشیدین. کجا اومدیم؟ اینجا کجاست امشب؟ اینجا نمایشگاه است که شما بخواید. نه شما. کامران خاورانی، به وجود آورنده، creator of abstract romanticism. Abstract romanticism یعنی چی اصلا؟ abstract یعنی بی قصه، بدون داستان، بدون صورت. romanticism یعنی رمان، یعنی رمان میگفتیم، یعنی کتابای قصه رمان بودن. رمان جنایی، رمان پلیسی. رمانتیسیزم یعنی چیز قصه دار، صورت دار، تصویر دار. ابسترکت یعنی بدون قصه، بدون تصویر، بدون رمان. ابسترکت رمانتیسم ضد همان. چطوری میتونه؟ ضد هم دیگه. ولی این مولانا یه غزلی داره که میگه ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید، بیایید. ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. بعد میگه صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ابسترکت رمانتیسم اگر من بخوام معنیشو به زبان فارسی بگم میشه صورت بی صورت. وقتی کسی مولانا رو بخونه دیگه عشق مولانا تو دل آدم باشه، مگه آدم میتونه بجز این چیزی بگه؟ دلیلی که ما امروز اینجا هستیم با همت کامران خاورانی، این نمایشگاه زیبا که از کارهای خودش رو به تحت نمایش گذاشته با کمک از بنیاد فرهنگ که من بیتا میلانیان افتخار نمایندگیشون رو دارم برپا شده. خیلی شب قشنگی، دوستانت همه اینجا هستن، از دوستای نزدیک و دور و میر شهر بیولی‌هیلز آقای دلشاد و تا همه فامیل همه اینجا هستن. من این بزرگی بنیاد فرهنگی که باعث شده که نورش به منم بیفته، اگر نه من کوچکتر از این بودم که من همچین مراسم رو داشته باشم. ولی من افتخار میکنم که فرهنگ و تو هم خیلی زحمت کشیدی برای این کار.